اخیراً ما شاهد شیطنت هایی هستیم از سوی در واقع شبکه های بیگانه که تلاش میکنند به نحوی از آنها برنامه هایی رو که در صدا و سیما ساخته میشه اونها رو زیر سوال ببرند و بدبینی در دل مردم در واقع کنجکاو ما ایجاد بکنند. من امشب باید این رو بگم که همونطور که اکثر تولیدات سینمایی و یا تلویزیونی اروپایی، آمریکایی و حتی در مشرق زمین اینها به سفارش ساخته میشن، اساساً با سفارش، به خاطر اینکه پشتش سرمایه حاکمه، اما به ما که میرسه گویی که برای یک سفارشی، برای یک اندیشه‌ای کار کردن جرم است. گویی ما یک جرم خیلی بزرگی مرتکب شدیم. ولی اگر فرض مثلا یک فیلمساز آمریکایی به سفارش بره، فرض مثلا یک فیلم رو بسازه، او کار خیلی مهمی کرده و باید ازش تقلیدم بکنه. حالا به هر حال برای اینکه این موضوع مبسوط بعداً در موردش صحبت خواهد شد توی نشست‌های تخصصی، عرض شود حضور شما، من فقط به اطلاع مردم عزیز اون میرسونم که مجموعه کلاه پهلوی با همین نام و با همین به قول معروف شخصیت‌ها در سال 1365 به توسط این جانب نوشته شده، در سال 65 به صورت کتاب منتشر شده و به حضور شما عرض کنم که برای سریالی کردن این مجموعه فقط ما داستان رو گسترش دادیم. چرا؟ چون زمینش رو داشت، به خاطر اینکه موضوع رو در تاریخ میدید، بنابراین این امکان رو داشت که ما این رو گسترشش بدیم. بنابراین همین یه فقره و همین یه مدرکی که غیر قابل انکار و غیر قابل حاشاست ثابت میکنه که این کتاب به توسط بنده در اون سن، یعنی زمانی که شاید 30 سالم بیشتر نبوده، نوشته شده. عرض شود به حضور شما که در همون سالها منتشر شده به توسط بخش خصوصی. بنابراین من فکر میکنم که این نوع شیطنت ها رو ما نباید بهش اهمیت بدیم و مردم ما رو، من از مردم دعوت میکنم که با دقت 5 قسمت اول رو که در اروپا اتفاق میفته و به اصطلاح در فضای کشور فرانسه 80 سال پیش هست، اون رو با دقت نگاه بکنن، حتی تکرار پخش رو اگر وقت کردن ببینن. اگر کلماتی رو متوجه نشدن، خب اون کلمات خارجیه، اون کلمات اگر لزومی داشته باشه حتما ما زیرنویس میدیم. گاهی اوقات فقط به خاطر طبیعی تر شدن روابط بوده که ما گذاشتیم، والا اگر کلمه ای رو متوجه نشدید احساس نکنید که فرض مثلا چیزی رو از دست دادید، چون آنچه را تاییز اهمیت بوده ما برای شما ترجمه کردیم. البته اونهایی که علاقمندند که این فیلم رو در واقع اون بخش های خارجیش رو به زبان اصلی ببینن، انشالله از جام جم به زبان اصلی پخش میشه و اونهایی که زبان میدونن و بخوان مقایسه ای کرده باشن، انشالله این رو در جام جم به اون شکل ملاحظه خواهند کرد.
پس از خاتمه جنگ جهانی اول، سیاستمداران پشت پرده دولت استعمارگر انگلستان در ایران سه هدف استراتژیک را در دستور کار خود قرار دادند: انحصار مالکیت و بهره برداری از منابع نفتی، تسلط بر خلیج فارس به بهانه حفظ منافعشان در مستعمره شبه قاره هند، قبضه کردن بازار و تجارت داخلی ایران از طریق واردات محصولات خانگی و صنعتی تولید شده در اروپا و سرازیر ساختن کالاهای مصرفی و غیر ضروری گران قیمت. اما ملت به پا خواسته ایران که پس از پیروزی در جنبش تنباکو به رهبری آیت الله میرزای شیرازی رمز موفقیت را یافته بود، در برابر مطامع انگلستان مقاومت می‌کرد و مانع از تمدید قرارداد 1901 دارسی که قریب به 2 دهه موجودی مخازن نفتی ایران را به تاراج برده بود می‌شد. در پی ناکامی قرارداد استعماری و ننگین 1919، سیاستمداران انگلیسی به حذف سلسله قاجار از قدرت و روی کار آوردن حکومتی دست نشانده با ظاهری آراسته به ملیت خواهی و در ضدیت با دین و مذهب مصمم شدند. شورش ساختگی هنگ قزاق، اشغال شبانه تهران و توقیف تمام رجال سیاسی پایتخت در 3 اسفند 1299 کودتایی مضحک را رقم زد، کودتایی که در طی آن طراحانش عاقبت رضاخان را به تخت کیانی نشاندند. از کودتای 1299 تا سال 1314 به مدت 15 سال دیکتاتور برنامه از پیش تدوین شده انگلیسی ها برای ایران را مو به مو به اجرا گذاشت و البته در این راه سیاستمدارانی چون فروغی، حکمت، تقی‌زاده، علا، تیمورتاش و دیگران با امید به اینکه دیکتاتور ولو به زور مردم ایران را در مسیر اروپایی و مدرن شدن قرار بدهد به او یاری می رساندند. هرچند فقط عده قلیلی از آن رجال زنده ماندند تا پس از شهریور 1320 و فرار رضاخان به اشتباهشان اعتراف کنند، چون پهلوی به آنها هم راه نمی کرد. چه خبرته؟ چه بوقیه ببین؟ بوق؟ بوق که اینقدر سنگین نمیشه، یواشی بیارش پایی نکنه شکستنی باشه. سلام، صبح عالی بخیر. سلام، صبح بخیر. سلام آقا، خوب خوابیدی؟ آره خسته بودم. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست، دارن تفتیش میکنن. فعلا حالا حالا ها معطلی. تفتیش؟ بذار ببینم. ببینم. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. بنش ببینم این بارا همش مال شماست؟ بله. آها خوبه. آقا چیکار داری میکنی؟ تفتیش. تفتیش یعنی چه آقا جان؟ خب میندازی میشکنیش، این چینیه. چینی باشه، طلا باشه، با تفتیش بشه، این مملکت قانون داره آقا. دیگه داری اعصاب ما رو خرد میکنی ها. اصلا بگو ببینم این چیزه ها؟ از چیزه به چه درد تو بخوره ها؟ حالا ببین میتونی بندازیش، چیز مهمی نیست، داری میبینی دیگه. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu as besoin de crier? خب این مثل قیف میمانه.
من چه بنویسم ها؟ چه بنویسم؟ تو اندیکس احصائیه چه قید بفرمایم آقا؟ شما بگو، شما بگو. آقا جان بنویس مسترا ها. مسترای فرنگی. راضی شدی؟ بذارش میگم اینجا. آقا حتما اینای سر چا میذارن دیگه نه؟ بله آقا جان شما هم حوصله داری ها. میذارن سر چاه مثل صندلی میشینن روش. بسه دیگه. اینجوریه. اخه بله. خب او وقت چجوری تارت میگیرن ها؟ ای بابا لولنگ چجوری دستشان میگیرن؟ میگم نکنه اینجوری این کار میکنی آقا جان؟ آخه این چه کاریه میکنی؟ ای بابا خب بین این همه بار پیله کرده به این سنگ خلا عجب گرفتاری شدیم ها. آقای محترم خواهش میکنم کار ما رو زود را بنداز، میخوایم بریم تهران. اینقدر شما از این چیزا میبینی که یاد میگیری. خب تو صندوقات چیزه باید همه شان تفتیش بشن. این لیست باره تو سفارت صادر شده دیگه، تفتیش صیغه ایه. لیست؟ لیستیه چیه؟ آقا لیست نیست آقا، احصائیه صورت مجلس بار. بفرمایید. آها خب منم مجبورم طبق همین احصائیه همه یه تفتیش بکنم. خب ای آقا اشکالی نداره که بگذارین تفتیش کنن. آقا تفتیش بفرمایید. بفرمایید فقط خواهش میکنم دفع الوقت نفرمایید. من مامورم و معذور، نکنم یه وقت لاپورتم رو میدن تهران، اون وقت خر بیار و باقلی بار بکن. ببینم آقا تو راضی میشی زن و بچه من از گشنگی ببیرن؟ بسیار خوب آقا بسیار خوب، فقط استدعا میکنم یکم زودتر. آقا بی میتونه باشه داش اسمال یانگه خود لا یانه خید نید آخه یه چه هست نو فرو خوگر ایلی تون ترن دل منجه. آقا جان چی کار میکنی؟ اون که خوردنی نیست. اوی اوی میدانم باید تفتیش بشه. نقلالی نقلالی این قیننه خودمانه، همون قیننه خودمانه. نقلالی نگاه کن شامورتی بازی ده، شامورتی بازی قیننه. آقا قیننه یعنی چی؟ این ماتیک عزیز من. چی تیکه؟ ماتیک. خب به چه دردی میخوره؟ یعنیش به چه درد میخوره؟ خانوما دخترها زنها میمارن به لبشون. من که سر درد نمیارم. من آقا مثل مشقی پوکیل با پوکوا فرمون چیزه دلخور شدی؟ یه وقت فرنگی مرنگی فوش ندی یا من او قیافت میفهمم. ملتفت شدی؟ فوش کدوم آقا؟ تو مانتان؟ مانتلوخ اه پوکوا تو کری دوان لیجان؟ تو بودی زکلیفتیون جنو سپورتو پلوس آتان. اکوت تو وقت شاستقه در تانتان سپهی سی جو دو تو تکس بگو آن پرمنانس سس خلان فر. Très bien, d'accord. بفهم این آقا متوجه شدیم ماتیک چیه؟ میگم این فرنگی هم عجب چیزایی درست میکنن. خب حالا اینا یه همه مخواهی کجا ببریم؟ برای فروش در تهران. عجب ها بازارم داره. چه حکایتیه ها. این آردهای رنگی دیگه چه صیغه ایه ها؟ آرد چیه آقای عزیز؟ من چه باید بنویسم؟ آقا جان بنویسین پودر بزک مال صورت خانوم هست. پود چیزه؟ آقا بده به من خواهش میکنم تیم اشه. اه این که سرخاب و سفیداب خودمانه. بیا صورت پاک کن از اون قیافه مسخره بیا بیرون. زود باش. ایدیا چیزه؟ موی آدمیزاده؟ مسیو اینا همه مال خانوم هست. سه کمپری؟
Vous êtes content maintenant? Hein? جلل خالق این عروسک شد. کل جعبایت هفتیش بکنی، کل شانه، کل شان. اجازه از قربان بفرم. میگم این یارو حق و حساب میخوان، اگه باش کنار نیان یهو دیدی تا یک هفته یک ماه کارتون کش پیدا میکنه. خب حالا میفرمایین چی کار کنیم؟ ها راه حل داره، اگه اجازه بفرمایین بنده خودم درستش میکنم. استدعا میکنم، باور کن حسابی آبروم پیش خانومم رفته. اما اون از چجمه گرسته دیدین داشت ماتیکو میخورد. توی دسو پختون ما ماستیک بود؟ ماتیک ها ماتیک آرت نه 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 سرخاب گیس قلابی کلاه گیس قیت بپنم. بله رنگ ناخون لاک ناخون آقا، اینم کرمه مثل روغن میمونه، به دستشون میزنن که پوستشون لطیف بشه. آه خوش به حالشان، خوش به حالشان، فکر همه جاشانه کردن. آدامس سرقز خودم. آه این چیز خوبیه، این چیز خوبیه. اینو که حلش هستی، شراب ناب فرانسه. آه این شد حرف حسابی، فکر کنم از آشغالای خودمان بهتر باشه. شکلات از کاکائو و شیر و شکر میل بفرم. شیرین کام باشی. نولوپتی ریخ ریخ تو که نصرش حرام کردی کنه. چیزه هول کردین؟ هول کردن. برید پیکارتان، برید. چشم قربان. بفرم بفرم. چطوره؟ البته که خیلی نابه، مگه نه آقا؟ میگم درش عجب صدایی دادا، بیچارا فکر کردن تیر در کردن، هول شدن و ریختن تو. هرچی بیشتر تکون بخوره صداش بیشتره. اینی که دارین میل میکنین مال خود فرانسه است. چی کار میکنی آقا جان؟ بلاست. خب حالت بد میشه. خب به خاطر همینه که یه سر کلک شکندم. خب داشتی میگفتی من؟ من اینا رو از هر کدوم سه تا به شما میدم. حق حساب بدی؟ حق حساب؟ رشوه نه نه، اشانتیونه. این انشاتیونی که گفتی یعنی چه؟ اشانتیون کارخونه های خارجی جنساشون یک بار میدن مردم مجانی استفاده کنن. چه خوب. اگه خوششون بیاد مشتری میشن. من اجازه دارم سلس این بارا رو مجانی ببخشم تا تبلیغ بشه. من از این بطری ها میخوام. باشه اشکال نداره، سه تا بهتون میدم، بقیهش مال سفارت فرانسه. آهای بله گربا، تمام این بارا یه بذارین تو اون گراهن. زود باشه. شش گربا دروازه. راستی از اینا برای امنیه ها هم بردارین، ببرم برای مادر، خواهر یا زنشون. سقزم میخوام. آخه این زن ها سقز خیلی دوست دارن، اصلا هر چیز بی خودی دوست دارن. میگم این مادم هم میتانه انشاتیون باشه. خانم عیال آقا هستن. بله و قضیه ناموسی شو. آقا من معذرت میخوام، من فکر کردم که این مادام آمده اینجا که به مشتری ها یاد بده که جنسا یه چجوری بخورم. من جماعت غیرتیه، بازم معذرت میخوام. برید بیه خوش آمدی. قدم تن رو چشا زفا بردی طرف داد مانگه بازم از این طرف ها بیاد بیاد خوش آمدی. پوتر لک ماتیک شکلات آدم اشان اش اشان اش
کم. نگفتم آقا، اگه از همون اول تحویلشون گرفته بودین یه تار ساعت یا الان جلو بودی. به حال مرسی، ممنون از مساعدت شما. واقعا اینا تقصیر ندارن، گناهی ندارن، بلد نیستن. ما به هر حال تو این مملکت آدمای فهمیده زیاد داریم. من که چشمم آب نمیخوره. چرا؟ من به شما قول میدم که تا 2 سال آینده اتفاقات خوبی بیفته. ما که بخیل نیستیم، خدا کن. حالا کی میرسیم تهران؟ اگه راه درست باشه و اتفاقی نیفته تا 3 روز دیگه میرسیم تهران. تو مانوا انکور مشری. اوبلی تو سکی سه پسه. جو تو کمپران. خدای من، همون شد که فکرشو میکردم. از چیزی که میترسیدم سرم اومد. به خاطر اختلافات فرهنگی، اخلاق فرخ، به محض ورود به ایران تند و عصبی و غیر قابل تحمل شد. ای کاش میتونستم افکار و احساسم رو همین حالا بنویسم. برای من که از 15 سالگی به تقلید از یادداشت‌های پدرم در ایران به نوشتن وقایع مهم زندگی پرفراز و نشیبم عادت داشتم، خیلی سخته که حالا نمیدونم چه وقت میتونم دوباره برای نوشتن خاطراتم پشت ماشین تایپ بنشینم. البته به عنوان یک زن دورگه فرانسوی ایرانی احساس میکنم آینده پرماجرا در پیش دارم. به هر حال برای من همه چیز از 5 سال قبل، یعنی سال 1929 آغاز شد. روزی که همراه با پدر خوندم عمو چیگانو به نمایشگاه آثار تاریخی ایران در یک هتل اشرافی در پاریس رفته بودم. شرکت در مهمونی ایرانی هیجان زدت کردی؟ زبون فارسی مو تقویت میکنه. تنظر من یادگیری یک زبان خارجی فقط با ازدواج ممکن میشه، درست مثل برادرت خاندت جان که یک سال ایران زندگی ولی میکنه. این کافی نیست، برای ازدواج عشق هم لازمه. میفهمم، برای همین توصیه میکنم در مهمونی ایرانی دنبال مرد ایدالت هم. یعنی شما واقعا منو به ازدواج با یک ایرانی تشویق میکنید همونجون؟ چرا که نه، من اونا رو خوب میشناسم. اونا رومانتیک، خونگرم و در مواجهه با خانمها بسیار فروتن، برخلاف مردم فرانسه که از خود راضی و متکبر. میبینم که دل پوقی داری. بلنش به این حس چی میگن این روزا؟ فمینیست؟ آه بله، حس فمینیستی تغییر شده. سلام خانم، ببخشید. سلام. لطفاً کارت دعوت. بفرمایید. ممنون خانم، خوش آمدید. مامان، جانم. اینجا چی کار میکنی؟ همه چیز مرتبه مادر جان. آره، خیالتون راحت باشه. چرا انقدر مضطربی؟ چرا نباشم؟ ایرانی جماعت همه جا باید ذات خودشو نشون بده. بی مبالات وقت نشناس. میترسم جلوی فرانسوی آبرومون بره. نه، ما برنامه رو سر وقت شروع میکنیم. بدون حضور سفیر نمیشه. به محضی که آمد شروع میکنیم. به به، سلام آقای باستانی. سلام آقای گشاسپی. سلام. سلام سرکار خانم. خانم ها و آقایان، مادام برنیه مدیر مدرسه زبان فرانسوی آریان و جناب آقای آنجو مفانسیه نویسنده و عضو هیئت آکادمی دانشگاه فرانسه تشریف فرما میشوند. خانم ها و آقایان، جناب پروفسور آرتور بوب و همسرشان خانم استلیس بوب. نگو که منتظر میزبان به ما خوش آمد بگه. نه البته که نه، تو که میدونی من چقدر خیلی از بهتره بریم داخل. موافقم. بریم دخترم. بله، برای من که دانشجوی رشته جدید طراحی لباس بودم، مراوده با یک جوان ایرانی خوش ظاهر و محصل دانشگاه فرصت مناسبی بود تا زبان مادری یعنی فارسی رو تکمیل کنم. من از پدری فرانسوی و مادری ایرانی آسوری به دنیا آمده بودم. سلام آقای باستانی. سلام.
خب دیدیش؟ کیو؟ اون پیر مرده و دختر خانده شو دیگه. آه آره. خب اون آقای ترگانوه، استاد ایران شناسی دانشگاه سوربن. راست میگی؟ چه خوب، پس یه گزارش مفصل مینویسم. ببینم، به نظرم دختره داشت بهت نگاه میکرد. نه من حواسم جای دیگه بود، نه به دختره. امیدوارم به اونی که فکر میکنم نباشه. برو برو پیش موسیو ترگانوت، بهتره با من رقابت نکنی. مرسی. خانم ها آقایان، جناب آقای لوی ترگانو همراه با دختر خانده‌شان دوشیزه بلانشپیسه تشریف فرما شدن. سلام موسیو. سلام خانم. چه سعادتی موسیو ترگانو، منو به خاطر میاری؟ البته مادر مستشار میام. فاروق فکر نمی کردم شما همیشه حافظتون شاداب و پرترابط بود. دخترم شادی. شادی؟ بله موسیو، مدرسه الیانس همدان یادتون هست؟ بله بله، شادی یعنی سرور. وای براو، خیلی عالی گفتید. لطفاً تکون نخوریم. بفرمایید. سلام عمو ترگانو، دلم براتون تنگ شده بود. منم همینطور خوشم. نه تیکی متکبر از خود راضی. چیزی گفتی؟ نه نه با خودم بوده. خانم ها و آقایان، سفیر کشور پادشاهی ایران در پاریس عالی جناب علا در معیت عالی جناب تقی‌زاده وزیر مختار جدید ایران در لندن تشریف فرما شدند. عصر بخیر آقایان. از اینکه دعوت منو قبول کردید، منت گذاشتین تشریف آوردین، واقعا خوشحالم کردید. بفرمایید. در ضمن جای مستشاریا بین رفقای قدیمیش خالیه. همینطوره. کاش اینجا بود. معرفی میکنم، مادمازل وندی سیمپسون، همکار من در بخش پژوهش زبان فارسی دانشگاه کمبریج و البته عضو وزارت امور خارجه بریتانیا، و سرکار خانم مستشارنیا، همسر سفیر ایران در ترکیه. انصافاً برگزاری این مراسم اقدام بسیار ارزشمندیه. مرسی. خیلی هم ضروریه. ما باید ایران در حال مدرن شدن رو به اروپایی ها بشناسونیم. بله بله، البته اگه دیکتاتور ایران بفهمه. میفهمه، یعنی ما بهش میفهمیم. چطور این کارو میکنی؟ به توسط این آقایون. خانم ها آقایان، آقای ریدر بولارد عضو وزارت خارجه بریتانیا وارد میشوند. اگرچه نمایشگاه به هزینه خانم مستشارنیا برگزار شده بود، اما دختری جوان مثل من 5 سال وقت نیاز داشت تا بفهمه کارگردان اصلی اون مراسم کسی جز پدر خونده ام عمو چگانو نبوده و همه میهمانان عالی مقام هم به دعوت او آمده بودند. البته هر کدوم از اونها اهداف سیاسی، اقتصادی و یا حتی عاطفی خودشون رو دنبال میکردن. چرا تو فکری؟ اون مردو میشناسن. کدوم؟ قد بلنده، سفیر جدید ایرانه در لندن. مثل یه اشرافزاده انگلیسی رفتار میکنه. یه تاجرزاده متوسط الحال بود تو تبریز، در جوانی روحانی شیخی مسلک، اما بعد رفت سیویل بشید و طرفدار انگلیس ها شد. به نظر باهاش مخالفی. وقتی انگلیسی های قزاق بی سواد و پادشاه ایران میکنن، میتونن یه بچه تاجری که قبلا آخوند شیخ مسلک بوده رو هم تبدیل به آریستوکرات انگلیسی بکنن. بفرمایید اونجا. چرا نمیری جلو باهاش آشنا بشی؟ میتونه کمکت کنه. خیلی وقت ندیدمتون، از دیدارتون خوشحالم. ولی من نه، در مقایسه با جان من از تو راضی نیستم. من دوست دارم رو پای خودم بیستم. هیچ کس نمیتونه روی پای خودش بیسته. دنیا دنیای رابطه است. میبینی دانشجوی ایرانی چطوری دورش کردن؟ اینا نورچشمی های حکومت هم. یه مش مفخورن، همشون پول دارن، اما از بورسیه دولتی استفاده میکنن. بعضی هاشون کمونیستن، بعضی هاشون هم مذهبی. ما به مذهبی هاشون میگیم آخوندهای بیامانه. اگه جای تو بودم میرفتم جلو باهاش حرف بزدم، ازش کمک میخواستم و خودم از فقر نجات میدادم. اینجور فرصت ها تو زندگی آدم تکرار نمیشه. به حرفم فکر کن. برم جلو چی بگم؟ من چاپلوسی بلد نیستم. خب برو براش سناریو بساز، چپا تو این کارا استادن. از جان خبر داری؟ بله خبر دارم. ترس، برو جلو. تازه نامه داده.
سلام خانم مستشاری. سلام آقای باستانی، اینجا؟ برای تهیه راپورت اومدم. عدیدنتون خیلی خوشحالم. بهتر خوشحالتون ابراز نکنین. مادرم اینجا هستن. حتما حتما. میگم که ببخشید. میخوام به حرفای استاد گوش بدم. استاد؟ حتما. شما قبول دارین که مشروطه در ایران به طور صحیح اجرا نمیشه؟ عزیزان من، توجه بکنید. روزی که ما برای استقرار مشروطه مبارزه میکردیم، وضع مملکت بسیار اسفناک بود. شما نمیدونید مبارزه ما با دیو استبداد چقدر سخت بود. اصلا هم نمیتونید تصورش بکنید که در این مبارزه ما چه خطرهایی رو پشت سر گذاشتیم. به هر حال ما مشروطه رو بنیان گذاری کردیم، البته مردم هم مجاهدت کردن، بدون اینکه بعضیا واقعا بدونن مشروطه یعنی چه. نسل ما قانون مشروطه رو نوشت، آن هم به نیابت از طرف مردمی که بسیاریشون نمیدونستند مشروطه دارای چه مفهوم، ابعاد یا ارزشی. و درست همون روزی که ما قانون اساسی و متمم اون رو نوشتیم و به تصویب رسوندیم، اگر ذره‌ای غفلت کرده بودیم، عده‌ای بودند که می‌خواستند با تحریک احساسات دینی مذهبی مردم مشروطه مشروعه رو تصویب کنند. یعنی چه؟ یعنی حضور آخوندها رو در اداره امور مملکت قانونی کنند. درست یا غلط، اون دوره گذشت. حالا امید ما به شما جوون هاست. اجرای کامل قانون اساسی چنانچه هست و با تجربه‌ای که تاریخ به ما آموخته، کار یک روز و دو روز نیست. فکر میکنم سالها طول بکشه. خود اروپا هم برای دموکراسیش قرنها مبارزه کرد. ولی جناب تقی‌زاده، بله، حکومت داره خلاف جریان آپشنال میکنه. چطور جناب؟ مقابله با اعتقادات مذهبی مردم برای حکومت نمیتونه عاقبت خوبی داشته باشه. ولی مردم میتونن مذهبی باشند آقا جان. شما از جواب سوال تفره میرید. شما در جریان مشروطه در حزب دموکرات متهم به قتل آیت الله بهبانی هستید. برای همین هم از کشور خارج. چون موقع هنوز از مادر به دنیا نیومده بودی جوون. بعد چطور منو به ترور متهم میکنی؟ ما شما رو متهم نمیکنیم. این تاریخه که شما رو متهم میکنیم. تو از تاریخ چی میدونی؟ اصلا من جواب آدمای بی اطلاعی مثل شما رو نمیدم. قربان، تایید میفرمایید که به اسم مشروطه دیکتاتوری مستقر شده؟ دیکتاتوری مصلحانه بهتر از هر جمرج جوان. و کشور ما در مرحله‌ایه که به یک دیکتاتوری دلسوزانه نیاز داره تا برای حفظ مشروطه تلاش کنه، اونم فارغ از مذهب. ولی قربان، این تناقضه. مشروطه برای تحقق آزادی‌ها بوده. الان بجز مطبوعات مجلسگوی حکومت صدای هیچ منتقدی شنیده نمیشه. این پسر باز داره خودنمایی میکنه. ولی خوب حرف میزنه. گمونم آقای سفیرم از اون خوشش اومده. در حال یه چپه. ولی من که میگم استبداد با ژست مدرن حاکم. شما بهتره حرف نزنی. لطفاً اجازه بدین از فرمایشات استاد فیض ببریم. بله حتما. قربان، امروز قدرت دست یک مشت نظامی بی سواد و چکمه پوشه. اون وقت حکومت جناب عالی و امثال شما رو میفرسته تا با علم و سوادتون استبدادشون رو توجیه کنید. گوش کن جوون. ببخشید قربان، من که بچه‌ام. گوش کن. اما حیف از شما نیست که شدید ابزار استبداد و خفقان. شما بسیار عجولانه قضاوت میکنید. این خصلت جوانیه. اینجا نمیشه همه چیز رو گفت. ایرانی‌ها همیشه اینطور کم تحمل و سرکش بودن. من نخواستم نسبت به حرفای شما بی توجهی کنم، ولی اگه مبنا رو برای حرفا بذارید دیگه سخنی نخواهم گفت. خب حتما مردم زنده هستن. ولی همیشه به زیان خودشون عمل میکنن، چون بسیار کم حوصله. توجه کنید، مشروطه ما با دو دشمن قدار مواجه، کمونیسم استالینی و روحانیون مخالف تجدد و مدرنیست. این دو جوان الان منو متهم به ترور کردن. ندیدین؟ شانسی که ما آوردیم اینه که مردم ما تشنه تحولات عمران هستن و به این دیکتاتوری اصلاح طلبانه امیدوارن. چه مهمانی هیجان انگیزی. بله بله همینطور. بچه های جنبه همیشه همجا باید نشون بدن که تحمل همدیگر رو ندارن. اونا آنجا چی دارن میگن؟ خب اگه خیلی کنجکاوی چرا نمیری جلو گوش کنی؟ من میگم برم مراسم شاکر اون سانریا رو بچینم.
باشه ماما. مثل این که مراسم میخواد شروع بشه. آره اینطور به نظر میاد. با درود و خوش آمد به پیشگاه شما سروران، آموزگاران و ایران شناسان ارجمند، از جناب آقای علا سفیر محترم کشور شاهنشاهی ایران در فرانسه دعوت میکنم تا با سخنانشون ما رو مفتخر بفرمایند. به افتخارشون. مرسی. مرسی. ممنون. ممنونم. بسیار مفتخرم به استحضار برسانم. بخت یارمان بود و جناب آقای تقی‌زاده، این شخصیت نادر و کم نظیر، سفیر جدید کشورمان در بریتانیای کبیر، سر راهشان به لندن توقفی هم در پاریس داشته باشند و در این مراسم شرکت نمایند. لذا سخن گفتن این بنده ناچیز جز تضییع وقت حاضران که همگی از مشاهیر و صاحب نظران هستند ثمری ندارد. بنابراین جناب آقای تقی‌زاده، خاضعانه استدعا می کنم حضار و این جانب را از دریای بیکران علم و معرفتتان بی بهره نگذارید. استدعا می کنم. بفرمایید. آقای تقی‌زاده خواهش می کنم بفرمایید. با اجازه. اون عکاس جوان رو می شناسی؟ فرخ؟ بله با هم دوستیم تو دانشگاه. چطور آدمیه؟ خودشو کمونیست نشون میده، وضع مالی خوبی هم نداره. در وهله نخست اقرار میکنه. خیلی با استعداده. سعی کن بهتر بشناسیش. ایراد سخنرانی متناسب با موضوع این گرد همایی در خود احساس نمیکنه. اما وقتی چنین انهماک و تلاش سترگی را در جهت معرفی فرهنگ و هنر ژرف و دیرینه سرزمینمان به پژوهشگران اروپایی و آمریکایی توسط یک بانوی وطن دوست مشاهده می کنم، نمی توانم نسبت به این جد و جهد تحسین برانگیز بی تفاوت باقی بمانم، چرا که ما باید قدردانی از زحمات انسانهای دلسوز رو یاد بگیریم و اونقدرها منفی باف نباشیم. روی سخنم بیشتر با جوانان است. روزی که پادشاه مستبد قاجار با به توپ بستن امارت پارلمان میخواست مشروطه رو در رتبه خفه کند و خانه ملت را ویران سازد، ملت رشید ایران با اهدای خون خود استبداد رو به زانو در آورد و آن دوره به دوره استبداد صغیر شهرت یافت. در همان ایام این جانب از بیم ترور توسط عاملان استبداد و تهجر مجبور به جلای وطن شدم و دشمنان مشروطه مرا متهم به تروریست ساختند، آن هم ترور یک رهبر مذهبی. در آن دوران تبعید طولانی در ممالک مختلفه اروپایی علل خصوص انگلستان با مردان بزرگی چون پروفسور ادوارد براون از مشایخ و مستشرقین بزرگ بریتانیای کبیر افتخار همنشینی و مجالست و مباحثت پیدا نمودم. مشاهده و غور در سیر تحولات اجتماعی، سیاسی، فلسفی، اقتصادی و صنعتی این قاره سبز مرا به نوشتن مقالاتی روشنگرانه در نشریه کاوه که در برلین آلمان به طبع و چاپ میرسید تحریص و تحریک کرد. مقالاتی که بین منبرالفکرهای ایرانی سالها دست به دست میگشتند. به مدت 6 سال تمام این نظریه و فتوا یا تئوری رو اعلام می‌داشتم که ما برای جبران عقب ماندگی های فراوان ناشی از قرون ماضی کشورمان جز تمکین و تقلید تمام و کمال راه و رسم و سلوک فرهنگ ملل اروپایی چاره‌ای نداریم و کمترین دخل و تصرف در این طریقه تجربه شده نباید بنماییم، یعنی باید سر تا پا اروپایی شویم. مستدام باد سلطنت پهلوی، جاوید باد ایران و برقرار باد دوستی ملت‌های فرانسه و انگلستان
با ملت سرفراز ایران. بیاین از نمایشگاه لذت ببریم. این نقاشی متعلق به دوره صفوی است، یعنی 4 قرن پیش. بفرمایید تماشا کنید. یک نقاشی به تاریخ 1543 میلادی. میتونید تشریف بیارید جلو ببینید. خواهش میکنم بفرمایید. مربوط به دوران برنزه. متعلق به 2000-2500 سال قبل. جزئیاتش هم شگفت انگیز. قشنگه. ببخشید. میبینی چه اشیا زیبایی هستن؟ شگفت انگیز. حقیقتاً شگفت انگیز. به نظرت اونا فقط برای نمایشگاه یا برای فروش هم هستن؟ دقیقاً مطمئن نیستم که چه هدفی دارن. خب میتونیم از یه نفر بپرسیم. بله، ارزش پرسیدنم داره. خیلی ممنون دخترم. چطور از میزبان بپرسی؟ آره، به نظر میاد که اهل معامله کردن باشن. چطورن؟ عالی، بسیار عالی هستن، درجه 1. چقدر هیجان انگیزه. ببخشید چند لحظه. سلام خانم مستشاری. سلام. من خانم پروفسور پاپ، باستانشناس آمریکایی هستم. از آشنایتون خوشحالم. مایل هستیم این اشیا رو از شما بخریم با بهترین قیمت. بستگی داره. ببخشید آرتور. چی شد؟ به نظر میاد از پیشنهاد ما خوشحال شد. جفن. آره. اون شب حس حسادت و شم زنونم که بد جوری تحریک شده بودند منو به فضولی کردن واداشتند. به همین جهت از نتالی کمک گرفتم. چه عجب، بالاخره اومدی. نتالی، یه سوال ازت داشتم. بپرس خواهر بزرگتر. قول میدی که رازدار باشی؟ رازداری؟ رازداری و دهن‌لقی دو خصیصه متضاد زنه هست. به شرطی که در نوشتن تزم به فارسی کمکم کنی. قبوله. ببین، اون مرد جوان به شادی علاقه داره؟ درست حد زدی. اه، شادی چطور؟ اونم؟ شادی یه نجیب‌زاده احمقه. یعنی شادی از اون خوشش نمیاد؟ میشه بهم بگی چرا؟ حماقت، حماقت طبقاتی. چی میدونم؟ اگه اشتباه نکنم تو از این پسر جوون بدیت نمیاد. آره، اما دوست ندارم یه طرفه باشم. زیبا و بردش و من اثر بفرد. من هیچ وقت نمیتونم اصالت این اشیا رو تشخیص بدم. برا بکنیت میگیری. خیلی پیچیده است. جهان اصلی پیچیده است. اون قیافه سطح لوحانه رو به خودت نگی. میدونی بهترین انتیک برای تو چیه؟ بهترین انتیک برای تو یک دختر نجیب ایرانیه. دختری مثل شادی خانو. شادی؟ بله، شادی خانو. مشتاق نیستم به مهمانی ترگانو برم، ترجیح میدم فقط در جلسه گفتگو دوباره باشم. بگم حضور در این جلسه چقدر برام مهمه. فلیس، میدونی که هرگز تو رو تنها نمیگذارم. پس بریم هتل برای شب آماده بشی. به نظر جوان و شایسته‌ای میاد. نظرتون رو جلب کرده؟ نظر شما چیه؟ مستعده، ارزش سرمایه گذاری داره. بستگی داره چقدر انعطاف پذیر باشه. لطفا تکون نخورین. مرسی آقایون. ممنون. با اجازه. بفرمایید. خب ببینم جوان، شما اینجا تحصیل میکنید؟ حالا در چه رشته ای؟ اکونومی اقتصاد. بکلا. من یک هفته پاریس هستم، اگر خواستی بیا سفارت خونه پیش از دورها. حتما با کمال افتخار خدمت میرسم. با اجازت. خواهش میکنم. خانم مستشارنیا، بفرمایید. تقاضایی داشتم. بفرمایید. میتونم آخر هفته شما رو ملاقات کنم؟ شما با عقاید کمونیستیتون چطور نمیتونین بفهمین که بین ما فاصله بعیدی وجود داره؟ خانم، عرایض من ارتباط به این قضايا نداره. چه میخواین بگین؟ در زمین با رفتار امروزتون بهتره که دیگه سر رای من سبز نشین آقای باستانی.
خانم مستشانی ها فرخ چی میگفت؟ حدس بزن. ابراز علاقه؟ خیلی باوشی. اگه فارسیم خوب بود میفهمیدم چی بهت میگفت. من دیگه باید برم برای مهمانی میسیو ترگانو حاضر بشم. فکر نمیکردم به خاطر شادی دوستیمون به هم بخوره. لطفاً چرن نگو. وقتی به توجه نداره چه اصراری داری؟ لاماد عاشق تو شده. به خاطر اون حاضرم به دوئل دعوتت کنم. دوئل روسی. ابلهانه است. ولی دوستی من به دردت میخوره، مثل برادرم جان. جدن میخواستم بفهمم بین فرخ و الان چی گذشته بود. به نظر میرسید که دو رقیب عشقی با هم به تفاهم رسیده بودند. امشب میبینم. در واقع باید بگم من و نتالی و فرخ عشاق سرخورده اون مراسم فرهنگی هنری بودیم. اینجا چه خبر بود؟ به خاطر شادی حرفشون شد. اوه، پس قضیه جدیه. و تأسف آور. نه، فکر میکنم خیلی هیجان انگیز باشه. قبل از اینکه برم بیا حتما ببینمت. باشه. سپاسگزارم خانم. امشب شما رو در مهمانی خونه آیترگانو زیارت میکنم. ببخشید. بله خانم. دنبال چیزی میگردی؟ بله، دنبال دوربینم. دوربینتون اونجاست. بله، مرسی. من وندی سیمسون هستم، عضو وزارت خارجه بریتانیا. در این هفته که پاریس هستم دوست دارم با من تماس بگیری. بله، حتما خانم سیمسون. محرمانه. بله، مطمئنم. دوربینتون؟ خیلی ممنون، مرسی. اون شب مطمئن شدم که شادی به علت غرور و تعصب اشرافیش به فرخ صراحتاً پاسخ منفی داده بود. پس مصمم شدم تا شانس خودم رو امتحان کنم. چه خبره اینجا؟ كل هاي الودين معين واسخات ابا جيش بيار ها ها من که احساس خوبی دارم، خیلی خوشحالم. نگاه کن آقای تبزادم هستن. عجیبه، اصلا نمیدونستم خانم ها در امور سیاسی بریتانیا فعال شدن. خیلی بخشه، من سومین زن دیپلمات در خاورمیانه هستم. البته ماموریتم در تهران تا چند ماه دیگه شروع میشه. خوش به حال خانم های انگلیسی. من نمیدونم روزی میرسه که خانم های ایرانی در سیاست فعال بشن. Well, I don't know. باید مبارزه کنند، راهی رو برند که ما رفتیم. خانم مستشانیا، من روی کمک و دوستی شما در تهران حساب خواهم کرد. چه افتخاری بالاتر از این. خانواده من و شوهرم همیشه با سفارت انگلیس رابطه صمیمانه داشتن. من نمیدونم میدونید یا نه، در جریان استبداد صغیر همه به سفارت بریتانیا البته مشروطه. یس، در اون واقعه انقدر تعداد پناهندگان شما زیاد بود که سفارت ما مجبور شد برای اونها 10 مستراح اضافه بسازه که اونها در صف دعوا نکنن.
رفتارت با فرخ اصلا خوب نبود شادی جون. حقش بود، پسری از خود راضی متظاهر. میتونم آخر هفته شما رو ملاقات کنم؟ شما با عقاید کمونیستتون چطور نمیتونی بفهمی که بین ما فاصله بعیدی وجود داره؟ شما با این عقاید کمونیستتون چطور نمیتونی بفهمی که بین ما فاصله بعیدی وجود داره؟ دختره یه توهی مغز پرمدعا. ای خدا، یعنی میشه یه روزی این بیفته پای من؟ میشه روزی هم که بشه من میدونم. نتلی، ازت گزارش کامل میخوام، منظورم راجع به فراخه. باشه حتما. فکر میکنی مهمانی کی تموم میشه؟ به من که داره خوش میگذره، دوست دارم بیشتر بمونم. ترامیه تعبیتن خلاص. بازم داری فوش میدی؟ فوش بده. بونسوار. بونسوار. اون راه. من 5 سالم بود که پدرم در منطقه یسمدان ایران در اثر ریزش تونل از دنیا رفت و عموچگانو من و مادر بیوه شده ام را به پاریس فرستاد. 10 سال بعد در یک زمستان سرد مادرم هم در اثر زاتوری هات فوت شد. عموچگانو که پس از 25 سال برای بازنشستگی به پاریس مراجعت کرده بود به عنوان پدرخونده قانونی سرپرستی و تربیتم را به عهده گرفت. و حالا اینجا چقدر این مرد جوان فکر منو به خودش مشغول کرد. یعنی اونو الان با هم آشتی میکنن؟ اونها باید آشتی کنن، من الان رو مجبور میکنم. ای این چه وضعیه؟ آها خوب شد دیدمت. سب کن باهات کار دارم، نمیذارم قصر در برید. آی بچه های کثیف و مزاحم، برید از اینجا گمشین گمشین. کارشون دارید دارن بازی میکنن. آسمون کنم. تو چرا اجارتو نمیدی؟ از اون خجالت میکشم. میدم خانم، میدم اجارتو میدم. دارم میرم سریع کار جدید. خوب باز کن، برای آخرین بار دارم بهت میگم اگه تا فردا اجارتو ندی بیرونت میکنم. تا فردا. حالتون چطوره؟ هوا خیلی سرده مگه نه؟ سلام، روز بخیر. اجارت یادت نره. اجاره ندادی ها بچه های لعنتی. معلوم نیست اینا دارن اینجا چی کار میکنن تو این سرما. بری خونه تون. سه ما اجاره ندادی، نه اون اجاره داده نه اون یکی. من دیگه تحمل ندارم تو این گرونی و بیخونی. مجبورم بیرونت بکنم. برو بابا، به من که کجا میخوای بری؟ بالاخره پولتون رو میدم. ها کی باید صبر کنم ها؟ خیال میکنی من آدم بدی هستم؟ ولی منم جز این اجاره ها درآمد دیگه ای ندارم. اگر همه مثل تو اجاره هاشو رو ندن من چطور باید زندگی رو بگذرونم؟ روز بخیر. همین که گفتم باید اتاقتو خالی کنی، وگرنه سر و کارت به پلیس میفته. من تازه رفتم سر کار خانم،
اگه صبر کنی من قسطی همه اجارتونو میدم. نه من به قدر کافی صبر کردم، شما اینجا رو با صندوق خیلی عوض گرفتی. آلن تویی؟ حدس میزدم بیای اینجا. اومدم از دلش در بیارم. کیه؟ اومدم. چیه؟ چه خبره؟ روز بخیر. چرا در رو باز نمی کنی؟ بونجور ناتالی. سلام. دلم میخواد تمام روز رو بخوابم. نگران نباش، یه روزی همه ما برای ابد میخوابیم. پس از زندگی استفاده کن. همین که تو برادر جان استفاده کنین بس، برای ما چیزی نمیمونه. اگه متلک بگی میرم. میل خودته، برو به هر درکی که میخوای بری. مو قرمز، من تا 4 روز تو شرایط غیر انسانی مثل یابو کار کردم، حوصله ادای بورژوایی تو رو ندارم با اون قیافت. مو قرمزش. موی قرمزش؟ ناتالی این چی میگه؟ نفهمیدم. منم نفهمیدم، فارسی سنگین هم. ولی حدس میزنم شعار کمونیستی داد. من این واقعیت رو گفتم. چرا خفه نمیشی؟ خودت خفه شو. اگه تو هم هر روز صبح شاهد باشی که سپورا جسد یه بیخانمان یخ زده رو میندازن تو نشکش، با مش میذاری تو دهنی یکی مثل خودت. پس تن زدی من میرم. آلن صبر. من خوبم. آلن خواهش میکنم دوبارم نیا. اون اومده بود از بابت شادی ازت دلجویی کنه. نفهم. بذار بره گورشو گم کنه. هر دوتا برادر یکی از یکی گندتره. فرخ تو کافیه که اراده کنی از زندگی در این محله نجات پیدا میکنی و میتونی در شانزلیزه یه خونه شیک اجاره کنی. خونه شیک؟ اینا رویاهای بچه گولزنکه. حالا اینا رو ول کن، ولی دیروز روز فراموش نشدنی بود فرخ. مثل سگ پشیمونم. ببین پسر جون، تو اینجور مهمونی ها باید با آدم های مهم آشنا بشی. چیه به این عکس دلتو خوش کردی؟ عکسای انقلابیون. ندیدی شادی با چه تکبری منو از خودش روند؟ دوستش داری؟ چرا خفه خون گرفتی؟ دیگه مهم نیست، بیفایده است، ولی بهت قول میدم یه روزی به پام بیفته. جفتتون این همین احمقین، ولی شادی نوع اشرف زادشه. عمو ترگانو آشکارا الان رو به ازدواج با شادی و زندگی در ایران تشویق میکرد. من که میدونستم ناتالی دیوانوار عاشق الان بود، نمیتونستم بفهمم چرا اونطور سخاوتمندانه رابطه الان با شادی رو تحمل میکرد. شاد الان به او فهمونده بود که مجبور دستورات عمو ترگانو رو مو به مو اجرا کنه. و شایدم ناتالی، نمیدونم چی بگم. بفرمید. خواهش میکنم بفرمید. مرسی آقا. شما اصالتاً اهل کجا هستید؟ آذربایجانی هستم قربان. بزرگ شده تهران. تبریز؟ ترکی باشارارسن؟ بله، باشاریرم. هانکی تایفه دانسن؟ آشاقی تایفه دان. فقط بلیرم آتام، مجاهد لردنی دی، ستارخان اینان تهران اگلدخ. آفرین. و بعد؟ یه زخم گلوله داشت، زخم عفونت کرد و سالها زجش داد تا اینکه چند سال قبل فوت کرد. عجب. پس اون مرحوم شهید نهضت مشروطه محسوب میشه. شهید؟
نه قربان، شانس نداشت، شهادتش هم به حساب نیومد. آخه میدونین آدم های طبقه محروم مجروحیتشون هم به حساب نمیاد. بله میفهمم. پدرم میگفت یک بار جان شما و یک بار هم جان حیدر خانم اوغلو رو نجات داده. پس من باید بشناسمش. من حافظم خیلی قویه اما عجیبه که یادم نمیاد. والا چه عرض کنم، آدم های کوچیک تو حافظه شخصیت های بزرگ نمیمونن. خب خب بگذاریم، اینجا اموراتت چطور بیذره؟ سخت، خیلی سخت. چطور مگه؟ 5 روز هفته تا صبح ظرفشویی میکنم توی هتل معمولی. پس بورسیه نیستی؟ هرچی تقلا کردم، سبب پدرم را ارائه دادم، قبول نکردم. گفتن از مشروطه خیلی گذشته. به گمانم ذات این حکومت با مشروطه سنخیتی نداره. احسنت، تو بسیار خوب بلدی صحبت کنی، کلن جوان مستعدی هستی. حیف نیست از حالا خودتو منفی باف جلوه میدی؟ ببخشید من یاد بدبختی های پدرم افتادم. بسیار خوب، بیوگرافی کاملت رو بنویس به خط خانه، آدرسم بگذار. اگر قول بدی محصل میهن پرستی باشی همه مشکلاتت مرتفع میشه. با اجازت. فرخ به توصیه و راهنمایی نتالی به ملاقات با آقای تغیزاده سفیر جدید ایران در لندن رفت. ملاقاتی که در زندگی فرخ باستانی به یک نقطه عطف تبدیل شد. از همون شب اول منم تصمیم گرفتم تا با همکاری نتالی به فرخ کمک کنم تا زندگی بهتری داشته باشه.